بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. خواهران و برادران گران قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. افتتاح مسجد شریف را که به تقاضای اکثر افغانهای مقیم برلین و با کوشش محترم قاسم اکبر و همکارانشان اعضای شورای اجرایی مرکز انجمن کردکوری افغانها در برلین صورت گرفت، به همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. از بارگاه خدای بزرگ و توانا تمنا دارم که توفیق عنایت فرماید تا با حضور منظم و پیگیر در این مکان مقدس و ادای نماز و عبادات و تعلیم و تربیه دینی اطفال و نوجوانان بتوانیم دین و ایمان خود را حفظ نموده در راه تأمین وحدت مسلمانان کوشا باشد. مسجد مؤثرترین وسیله برای انکشاف عقیده اسلامی و تأمین وحدت مسلمانان است. وظیفه فرد ما و شماست که این مسجد را فعال نگه داشته و در انکشاف فعالیت‌های دینی خود کوشا باشد. حضرت علی علیه السلام در وصیت‌نامه‌اش به فرزندان و اهل خانه‌اش که وصیت به همه مسلمانان نیز هست درباره مسجد و نماز فرمودند. اومی وصیت نامه را به شعر آوردیم و چند بیتش خدمتتان را میگم. خدا را مدارید ترک نماز، به جا آوریدش به شوق و نیاز. نماز از ایمان و دین را ستون، و ترکش مسازید خود را زبون. خداوند را در نظر آورید، هوای مساجد بسر پرورید. مبادا ز غفلت زمانی دراز، به مسجد نباشید وقت نماز. بود تا شما را نفس پایدار، نباید مساجد بمانند خوار. شاید خوار اگر خانه کردگار، زبونی امت بیاید ببار. یقیت شیر دیگر در وصف مسجد سردیم که باعث ختم سخن خدمت را می کنم. هر فرد مسلمان را رو سوی خدا باشد، هر فرد مسلمان را رو سوی خدا باشد، در مسجد و در منزل با او به دعا باشد. مؤمن همه جا هرگز جز در پی حق نبود، در زمزمه قلبش آهنگ صفا باشد. در عالم اندیشه جز خیر نه اندیشد، در راه عمل کارش بی ریب و ریا باشد. مسجد چطل مومن کانون محبت هاست، تعلیم گه عشق و ایمان و وفا باشد. دل باخته مسجد دل بسته توحید است، توحید هدایتگر در راه بقا باشد. انگیزه تقوا را پرورده به بار آورد، در پخش ندای حق آواز رسا باشد. هر کس که نگه دارد پاس در مسجد را، در راه خدا دائم جانباز همه جا باشد. بایست بیاموزیم هم علم هم ایمان را، تا جسم روان ما کانون صفا باشد. بنیاد شناخت حق علم است و هم ایمان، بنیاد شناخت حق علم است و هم ایمان. بی دانش و بی ایمان هر ره به خطا باشد. آن گونه که از قطره بر بحر توان پی برد، هر کس شناخت خود آشنا با خدا باشد. احسان. تشکر.